شماتون بخیر باشد. برنامه اطلاعات خبرهای روز است مستقیما روی موج رادیوی مهاجر. امروز 31 دکمبر آخرین روز سال 2020 است. خبرها را از روسیه شروع میکنیم. تقریبا 7000 مهاجر تاجیکی حالا در تاجیکستان قرار دارند. از کارفرمایان روسیه دعوتنامه پیشنهادی کاری دریافت کردند، اما تنها 462 نفر آنها تا امروز از شورای هماهنگی روسیه وارد به ورود به این کشور اجازت نامه ورود دریافت کردند. یادآور میشویم که شورای هماهنگسازی نزد حکومت فدراسیون روسیه وارد به مبارزه با پنجشنبه سرایت نوی کرونا ویروس به مهاجران که از جانب کارفرمایانشان در روسیه دعوتنامه رسمی گرفتند اجازت ورود میدهد، اما به سبب شدت گرفتن وضع اپیدمیولوژی آمدن آنها تا به شدن وضع موقف گذاشته شده است. جانب های تاجیکستان و روسیه منتظر بهبودی وضع اپیدمیولوژی هستند تا به همه مهاجرانی که برای کار دعوتنامه گرفتند اجازه ورود به روسیه داده شود. در همین حال وزارت ساختمان روسیه رسما اعلان داشته است که در اکثر منطقه های این کشور از 25 تا 50 درصد مهاجران کره در بخش ساختمان کم گردیدند که به حساب میانه در سرتاسر روسیه 22 درصد عمومی کارگران مهاجر را در بر میگیرد. سبب اساسی نبودن مهاجران در همه بخش های روسیه بسته بودن سرحد های این کشور گفته می شود. ادامه خبرهای مجرد است. در روی موج رادیوی مهاجر متخصصان بلند اختصاص خارجی می توانند به روسیه با اویله های خود به طریق ساده کرده شده آیند. فرمان داخلدار را رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین امضا کرد. گفته می شود برای این به خدمات فدرالی امنیت و وزارت کارهای داخلی روی خطهای پیشنهاد کرده می شود که در آنها نشان داده خواهد شد که طبق این فرمان کدام نماد متخصصان بلند اختصاص خارجی اجازه ورود به روسیه را دارند. منبع همچنین توضیح می دهد که هنگام ورود به روسیه در حال حاضر از همه شهروندان خارجی شهادتنامه آزمایش منفی کووید 19 طلب کرده می شود. قید کردن به موارد است که چندین ماه باز این جانب روسیه به بحران نورسایی کدرها رو برو است، یعنی در دوره محدودیت ها اکثریت کلی مهاجران مهنتی روسیه رو ترک کردن و امروز ها باشد در طبق معلومات رسمی مقامات روسیه نورسایی جدی متخصصان در بخش های ساختمان ها منزلی و کمونالی خدمت رسانی و خوراک عامه نمی رسند. پیش از پاندمی در چنین جای های کوری مهاجران مهنتی بیشتر به کار جلب می کردیدند. در حال حاضر باشد حرکت منتظم هوایی بین تاجیکستان و روسیه برقرار نگردیده است و تنها از هر دو جانب پروازهای صادراتی و خود پروازهای چارتری عمل نموده ایستادند. مسئولین مقامات اویاسیون تاجیکستان چند پیش در صحبت به رسانه‌های اطلاع داده بودند که گفته شده تا عهد برقراری پروازهای منتظم با جمهوری های ازبکستان، چین و روسیه ادامه دارد و در آینده نزدیک از جریان ملاقات های برگزار گردیده با مقامات های این کشورها به رسانه ها معلومات خواهم داد. شما آخرین خبرهای امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. در آغاز سال 2021 مقامات مخصوص ازبکستان و روسیه به تشکیل نمایندگی خدمات شناسنامه‌دهی و روادیدی نزد وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در ازبکستان به کار شروع میکنند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات وزارت شغل و مناسبت‌های مهنتی ازبکستان. طبق اطلاع خدمات مطبوعات هیئت حکومتی ازبکستان و رهبریت وزارت کارهای داخلی روسیه در مسکو مسائل همکاری دو کشور را در صحه مهاجرت بررسی کردند. پس از ملاقات درباره فرستادن گروه متخصصان به ازبکستان در اول سال 2021 برای تشکیل کار نمایندگی خدمات شناسنامه‌دهی و روادیدی نزد وزارت کارهای داخلی روسیه در ازبکستان سازش به دست آورده شد، گفتند نماینده وزارت شغل مهنت و مناسبت‌های ازبکستان. طبق اطلاع این وزارت هنگام اجرای سازشنامه‌هایی که در سفر قبلی هیئت ازبکستان به مسکو در ماه سپتامبر به دست آورده بودند، وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه مقام 50700 شهروند ازبکستان را که در روسیه غیرقانونی بوده باش دارند قانونی میگردانند.
در روسیه میمونیم. خبرهای آخرین امروزه تاجیکستان و جهان رو میشنوید. با فرار رسیدن سال نو میلادی توجه نیز به آن مهاجرانی که در بازداشتگاه های موقتی نگهداری میشوند زیاد کرده است. همین طریق در یک قطار منطقه های روسیه حامیان حقوق و نفران سخاوت پیشه به مهاجران در بازداشتگاه های موقتی برای نگهداری شهروندان خارجی قرار دارند تحفه های سال نو ارسال نمودند. از جمله از جانب مرکز حمایه حقوق مهاجران در مسکو تانک جهانی نیز چنین یک عمل خیرخانه راه اندازی کردید. محمد صابر حقوق شناس مرکز مذکور هنگام صحبت به بخش خبری رادیو موجر گفت که با دستگیری بخش کنسولی سفارت تاجیکستان در مسکو، نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در جمهوری ازبکستان و چند از شخصان خیرخواه به مؤسسه دولتی بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در شهر گوروفسکی ولایت مسکو یک مقدار معین مواد خوراکی، داروباری و لباسهای گرم زمستانه انتقال دادند. طبق اطلاع داده شده حالا در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در شهر گوروفسکی زیاده از 3 نفر شهروندان خارجی نگهداری میشوند که از همین مقدار تنها یک نفرشون شهروندان جمهوری تاجیکستان بوده، باقی مانده شهروندان الجزایر، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان و شهروندان چند از کشورهای آفریقایی میباشند. همچنین محمد صابرف گفت که حالا در بازداشتگاه موقتی برای نگهداری شهروندان خارجی در ساخر و 77 نفر، در چنین بازداشتگاه های ولایت های ولادیمیر 44 نفر، ایرکوتسک 29 نفر، سنکت پیتربورگ 85، آرنبورگ 24 نفر و در یکاترینبورگ 20 نفر شهروندان خارجی قرار دارند که به همه آنها نیز کمک های یک دفعه از قبیل مواد خوردنی، داروباری و مقدار معینی لباس های گرم زمستانه همچون کمک و تحفه ارسال گردیده است.